کنفرانس در برلین به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. آزادی و حقوق بشر در ایران تنها راه صلح در منطقه. سخنرانی خانم مریم رجوی و سخنان نمایندگان پارلمان فدرال و شخصیت‌های سیاسی آلمان. 23 آذر 1402. بیانیه مشترک بیش از 500 نماینده پارلمان شامل 180 نماینده پارلمان فدرال آلمان از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی فراخوان به اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم آخوندی، حمایت از مقاومت مردم ایران. خانم مریم رجوی: در برابر بحران و جنگ مصیبت‌بار خاورمیانه، هیچ راه حلی بدون تمرکز بر بانی و سرمنشأ این جنگ، یعنی استبداد دینی حاکم بر ایران، به نتیجه قطعی نمی‌رسد. روز پنجشنبه 23 آذر ماه یک کنفرانس در آلمان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با حضور شماری از نمایندگان پارلمان آلمان از گروه‌های مختلف سیاسی و مقامات پیشین دولت و شخصیت‌های سیاسی این کشور در برلین برگزار شد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در این کنفرانس به صورت آنلاین شرکت و سخنرانی کرد. در این کنفرانس بیانیه مشترک بیش از 500 نماینده پارلمان شامل 180 نماینده بوندستاک پارلمان فدرال آلمان از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی که خواستار اتخاذ یک سیاست درست در قبال رژیم آخوندی شدند ارائه شد. شخصیت‌های شرکت کننده در کنفرانس برلین به مناسبت روز جهانی حقوق بشر عبارت بودند از کارستن مولر، عضو ارشد کمیسیون قضایی در پارلمان آلمان، کاتیا آدلر، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب لیبرال، دایانا اشتوکر، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب دموکرات مسیحی، اینگو بودکه، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب لیبرال، ارهارد گروندل، نماینده پارلمان فدرال آلمان از فراکسیون سبزها، عضو کمیسیون خارجی، دکتر زاندرا دتستر، نماینده پارلمان فدرال از فراکسیون سبزها، مارکوس گروبل، نماینده پارلمان فدرال و معاون سابق وزیر دفاع آلمان، نماینده سابق دولت فدرال در امور آزادی ادیان، پروفسور ریتا زوسموت، رئیس سابق مجلس فدرال آلمان، دکتر فرانس یوزف یونگ، وزیر پیشین دفاع آلمان، لئو داتسنبرگ،
نماینده سابق مجلس فدرال، رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در آلمان. مارتین پاتسلت، نماینده پیشین پارلمان فدرال آلمان، نایب رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در آلمان. کاترین بورن مولر، رئیس افتخاری جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر. و کریستیان سیمرمن، عضو هیئت رئیسه کمیته دوستان ایران آزاد در آلمان. دکتر معصومه بلورچی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آلمان. بهرام مودت، دروازه‌بان نامدار سابق تیم ملی فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت. محسن میرزاده، زندانی سیاسی سابق. پگاه جهانمیری، از انجمن جوانان و دانشجویان هوادار مقاومت. حسین یعقوبی، از متخصصان ایرانی هوادار مجاهدین. و سحر سنایی. گوتن آبن، دانکیو مستر مولر فور یور ایمپورتنت ریمارکس تو دیس کانفرنس. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، به صورت آنلاین در این کنفرانس شرکت کرد و طی سخنانی گفت: 40 سال مماشات با این رژیم بیشترین نقش را در جنگ و ناامنی در منطقه داشته است. عبرت گرفتن از این خطای بزرگ، لازمش اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر رژیم و حمایت از نبرد مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی این رژیم است. راه حل مقاومت ایران و جایگزین دموکراتیک است که برای یک جمهوری دموکراتیک، صلح‌جو و غیر اتمی، مبتنی بر جدایی دین و دولت و پایبند به خودمختاری ملیت‌های ستم زده مبارزه می‌کند. خانم رجوی در قسمت دیگری از سخنان خود افزود: خامنه‌ای و رئیس جمهور جلادش در برابر قیام مردم به بن‌بست رسیدند. توسل به جنگ خارجی برای مهار بحران داخلی ویژگی حاکمیت آخوندهاست. رژیم اذعان می‌کند که از رو آوردن جوانان به مجاهدین ترسیده است، لذا با بسیج همه قوا مجاهدین را هدف قرار داده است. در همین روزها در تهران به نمایش محاکمه غیابی بیش از 100 تن از مجاهدین مشغول است. این بخش از واکنش‌های رژیم در مقابل گسترش شبکه کانون‌های شورشی، درخشش کارزارهای آنها و اعتلاء موقعیت مقاومت در ایران و در سراسر جهان است. Recognizing the Iranian people's struggle to overthrow the regime and the courageous fight of Iranian youth against the terrorist IRGC. I thank you all very much. I wish you the best of health and success in the new year. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, heute Abend bei Ihnen sein zu können. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Carsten Müller aus der Arschade Kommission Hoguri Parlament Federal Alman گفت: bisherige Iran-Politik des Westens und leider auch der Bundesrepublik Deutschland. سیاست آلمان و غرب در قبال رژیم ایران شکست خورده است. بیش از 500 نماینده پارلمان، شامل 180 نماینده بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان، از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی در بیانیه مشترکی یک سیاست درست در برابر این رژیم ارائه کردند. کارستن مولر با نشان دادن کتابی که متن بیانیه این قانونگذاران در آن گردآوری شده بود گفت: این نمایندگان از مقاومت ایران حمایت کردند. رژیم ایران برخی به اصطلاح کارشناسان ایران را به کار گرفته است و متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و مطبوعات آنها را با گزارشگران مستقل اشتباه می‌گیرند.
Das sind längst nicht die einzigen. Sie wissen, einige Kolleginnen und Kollegen sind krankheitsbedingt sehr kurzfristig ausgefallen. Aber wer sich noch mal die Breite der Unterstützung anschauen will und sich dessen vergewissern will, der schaut mal hier in dieses Buch, das wir auch Mariam Rajavi, und ich freue mich besonders,